از همون نخستین روزهای تولد آیین باهایی در ایران، پیروان این آیین توسط حکومت وقت و بخشی از بدنه جامعه مورد آزار و سرکوب و اذیت قرار گرفتند. با وجود تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی در طول چند دهه و یا حتی قرن گذشته در ایران، اما باز هم شاهد سرکوب پیروان آیین باهایی در این کشور بودیم. و همه میدونیم که با وقوع انقلاب اسلامی ایران، ابعاد این سرکوب نه تنها در مورد باهایان بلکه در مورد تمام دیگر اندیشان بسیار وسعت پیدا کرد، گسترده تر شد و همطور شدت گرفت. به عنوان نمونه، در هفته ها و روزهای اخیر موج تازه ای از سرکوب و آزار و اذیت باهایان در ایران آغاز شده که واقعا جای نگرانی داره. به همین دلیل از آقای فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، دعوت کردیم مهمان این برنامه زنده باشن تا ابعاد مختلف این رویداد رو با هم بررسی بکنیم. اجازه میخوام ازشون دعوت بکنم که روی خط بیان و با ما همراه بشن. جناب ثابتان، درود بر شما، خیلی خوش اومدید. سلام عرض کردم، صبح شما بخیر. صدای منو دارید؟ بله، من صدای شما رو میشنوم. شما صدای من رو دارید؟ بله بله. خب جناب ثابتان، همون جوری که میدونیم و در رسانه ها هم منعکس شده، اتفاقات اخیر ایران بسیار نگران کننده است. موج تازه ای از سرکوب و آزار و اذیت بهایان آغاز شده که در شهرهای مختلف هم گویا رخ داده. یه خورده برامون از فضا میگید و میگید که چه اتفاقاتی دقیقا افتاده؟ اول اینکه خیلی ممنون از شما که این فرصت رو بنده دادید که چند دقیقه در خدمتتون باشم و در مورد مسئله بسیار مهمی صحبت کنیم که الان واقعا شاید بشه گفت که سرخط بیشتر اخبار رسانه ها هست. در اوائل همین هفته بود که در یک روز مامورین و مسئولین جمهوری اسلامی به 52 منزل بهائیان رفتن و تفتیش کردن. 13 نفر از این بهائیان رو دستگیر کردن، منازلشون رو تمام اسباب و وسایل رو مصادره یا توقیف کردن، کامپیوتر و لپتاپ و این چیزها، و این در حقیقت در یک سطح وسیع از شهرهای ایران در یک زمان مشخص همزمان اتفاق افتاد و این بی سابقه بوده. آماری هست که در چند شهر اتفاق افتاده؟ من تصوراً تعداد شهرها تهران، کرج، بیرجند، شیراز و چند شهر دیگه که الان شهرها دقیقا خاطرم نیست، ولی واقعا یک سطح وسیع. من یک نقشه ایران رو که میدم، نقطه ها تقریبا تمام ایران رو گرفته بود، از شرق و غرب و شمال جنوب، و این بی سابقه بوده. و وقتی تقریبا به یک ماه قبل از اون برمیگردیم، بینیم در حقیقت به 100 منزل بهایی هجوم برده شده و تفتیش شدن. و مضاف بر این، کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه این تفتیش ها اتفاق افتاد، ما دیدیم که به مجددن به روستای روشنکوه مامورین رفتن، شاید بیش از 200 نفر از مامورین محلی و دولتی، و شروع کردن به تخریب منازل بهایی که اونجا بوده. یعنی با بولدوزر دارن منازل رو خراب میکنن. دیدیم که حصار کشیدن دور کل اون محوطه، کسی وارد نشه. کسانی که اعتراض میکردن دستگیر میکردن یا با اسپری فلفل اونها رو ممانعت میکردن که جلو بیان. حتی به کسانی اصلا اجازه نمیدادن که وارد اون محوطه بشه، اگر کسی اعتراض میکرد دستگیرش میکردن. و خلاصه واقعا این باعث نگرانی شده بود، به ویژه این که این اولین بار نیست که این کار رو میکنن، یعنی به تخریب این بهایانی که در این روستا هستن که از شاید بشه گفت قدمت 100 ساله داره حضور اونها. و بعد قبل از اون هم البته به روستانشینان بهایی در مثلا قریه ایول یا در روستاهای کوهیلوین ها حمله شده بوده، و به انهای مختلف به کسانی که شاید بشه گفت از کم بضاعت ترین قشر اجتماعی هستن حمله میکنن. و اینها چون البته زمین های زراعی دارن، یعنی زمین ها رو مصادره میکنن و بعد به مزایده میگذارن و میفروشن، و این احتمالا درآمدی که از اینجا حاصل میشه میره به ستاد اجرای فرمان ما. تمام این مسائل رو وقتی روی هم میگذاریم،
یک قشر دیگری هم بهش اضافه میشه و اون یک کمپین فراگیر رسانه‌ای هست که با فیلم های تلویزیونی، سایت های جمهوری اسلامی، با حضور شما که عرض کنم نمایشگاه هایی که میگذارن و در اون کتاب های ضد بهایی میگذارن، با مسابقاتی که برای جوانان و طراحان میگذارن که طرحهای ضد بهایی درست کنن، و یعنی واقعا یک سطح بسیار وسیع از تخدیش اذهان شهروندان ایران بر ضد بهایی ها که به وسیله این نفرت پراکنی و ایجاد یک دگرسازی دیگر در جامعه بتونن کارهای بعدی رو توجیه کنن. یعنی یک نوع زمینه سازی هست برای اینکه بتونن به راحتی در منازل باهایی برن و دستگیر کنن، تفتیش کنن، توقیف کنن، بازجویی کنن و بالاخره محکومیت. و حالا ما متاسفانه میبینیم که در حقیقت یک موج جدیدی از این نوع مسائل به وجود اومده و در موازات اون اتهامات بی اساس، اتهاماتی که از اوائل جمهوری اسلامی زدن تا به حال که باهایی جاسوس هستن، باهایی دشمن اسلام هستن، باهایی علیه امنیت ایران دارن فعالیت میکنن و غیره و غیره، که واقعا کاملا تهی از حقیقت هست و برای هیچ کدوم از این اتهامات کوچکترین شاهد قانونی محکمه پسندی ارائه نشده، چون اگه شده بود مطمئن باشید اون هم در سطح در سرخط خبرها در ایران اجرا میشد. برای همین هم هست که واقعا الان جامعه بهایی و جامعه بیرونی بسیار نگران این مسئله هست، که البته با کمال تأسف باید عرض کنم فقط هم بهاییان نیستن که قربانی یک چنین بی‌عدالتی میشن، هموطنان دراویش، هموطنان سنی، هموطنان مسیحی و البته اقشار دیگری از بانوان گرفته تا معلمان تا روزنامه نگاران تا وکلا، همه و همه متاسفانه دچار یک نوع نقض فاحش حقوق بشر از حقوق مدنی و حقوق شهروندی خودشون هست. درسته. و چیزی که متوجه شدم در خصوص موج جدید سرکوب در ایران، این بار رسانه ها هم سکوت رو کنار گذاشتن و عملا این وقایع رو منعکس میکنن، روش مانور میدن، منظورم رسانه های خود حکومت ایران هست، و یک کمپین تبلیغاتی ظاهرا داره رقم میخوره و شکل میگیره رفته رفته که به نوعی توجیهگر این اقدامات باشه. من میخواستم اصلاح کنم که این تازه شکل نگرفته، این مسئله است که حداقل در یکی دو دهه اخیر بوده. چرا؟ چون ما وقتی آمار میگیریم میبینیم مثلا در یک بازه زمانی 6 ماهه بیش از 30,000 صفحات وبسایت یا کمپین های مختلف، از کمپین های رادیویی، تلویزیونی، به هر حال چند رسانه‌ای در مخالفت با بهایی‌ها و تفتیش اصلا و اینکه به هر حال بهایی‌ها رو به یک نوع بیگانه ارائه دادن تخصیص داده شده. یعنی این یک چیزی منتها، خب اونچه که شما می‌فرمایید درسته، چون شدتش بیشتر شده چیزی نیست که تازه شروع شده باشه، الان می‌بینیم با سرعت بیشتر و وسعت بیشتری این مسئله الان داره ادامه پیدا میکنه. درسته. تصور من و دیدم که برخی جا خبرنگاران دیگه هم بهش اشاره کرده بودن که جمهوری اسلامی و حکومت ایران مسئله بهاییان رو داره یک تهدید امنیتی ظاهرا قلمداد میکنه. میخوام از اون بپرسم که 170 ساله که تقریبا بهاییان در ایران سرکوب میشن به انهای مختلف توسط حکومت‌های مختلف، مگه پیروان این آیین چه میکنن یا چه میخوان که انقدر مورد ظلم و ستم قرار میگیرن؟ بله، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. مسئله امنیت یک مسئله بسیار مهم هم اجتماعی و هم سیاسی هست، ولی نکته مهم این است که واقعا ما الان امنیت رو به چه صورت تعریف میکنیم. ولی یه موقع میگیم که یک کشوری امنیت نداره چون ممکنه از خارج به اون حمله بشه، مثلا یک جنگی صورت بگیره. خب این واقعا تعریف متعارف امنیت است. یه موقع است که در داخل کشور امنیت نیست چون یک اغتشاش درونی داره شکل میگیره، اعتصاب ها و اعتراض ها، یا اینکه حتی یک نوع ناآرامی مدنی وجود داشته باشه. سوال اینجاست که این تعاریف از امنیت به هیچ وجهی به جامعه بهائی نمیچسبه. یعنی اگر که واقعا بهائیان
حمله کرده بودند جامعه باهایی و باهایان از داخل یا از خارج ایران، اگر که قوانینی رو نقض کردند که باعث ناامنی شده، اگر که اعتصاب کردند، تظاهراتی کردند، اگر اسلحه‌ای برداشتند، حتی اگر که در خود ایران بی احترامی کردن، حد که حرمتی کردن در رابطه با مقامات، همه اینها میتونه به عنوان قوانین ضد امنیتی بشه بشه. ما میبینیم که هیچ نمونه ای از هیچ کدوم از اینهایی که من درس کردم به عنوان ایجاد ناامنی از باهایان در هیچ دادگاهی و در هیچ جایی ثبت نشده. فقط و فقط اتهام میشه که باهایا امنیت رو از بین بردن. سوال اصلی این است که کدوم امنیت؟ امنیت بر امنیت چه اشخاصی، چه افرادی در اینجا مختل شده؟ و در ضمن نوع امنیت رو بفرمایید. حتی این در قانون جمهوری اسلامی هم تعریف نشده که منظور از ایجاد ناامنی و اختلال امنیت دقیقا چه است، چه نوع امنیتی است. در نتیجه فقط یک کلمه یا یک واژه، یک عبارت استفاده میشه که باهایان متهم هستن که امنیت ملی رو دارن تفتیش میکنن، ولی در این مورد اصلا توضیح داده نمیشه که چه نوع امنیتی و چه چیزی. البته گاهی وقتی که توضیح داده میشه میگن مثلا باهایا رفتن به محله های بی بضاعت کمک کردن، یا در رابطه با گردشگری رفتن اختلال ایجاد کردن، یا اینکه در رابطه با مسائل زیست محیطی. خب اینجا اتفاقا سوال دو برابر میشه که اگر باهایان در یک محلی دارن به افراد بی بضاعت کمک میکنن، اگر به بچه هایی که دسترسی به تحصیلات ابتدایی ندارن، یا اگر هم دارن در تحصیلاتشون اونچنان پیشرفت نکردن و باهایا دارن به اونها کمک میکنن، حالا ما باید بیاییم این فعالیت ها رو به ایجاد ناامنی و اختلال امنیت ربط بدیم. این ربطش کجاست؟ اتفاقا با بحران هایی که ایران با اون مواجه هست، بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی، فرهنگی، قضایی، همه این بحران ها اگر که نگاه کنیم می‌بینیم باهایان دارن سعی میکنن این بحران ها رو کم کنن. پس اگر چیزی هست دارن سعی میشه که ایجاد امنیت و احساس امن برای مردم به وجود بیاره. پس می‌بینید باز ما اینجا با یک تناقض مواجه هستیم که آنچه که اتهاماتی که زده میشه، ببیش در اون رسانه‌هایی که شما مطرح کردید که اخیراً به شدت هم پیش رفته، فقط یک سری اتهامات پشت سر هم قطار میشه برای اینکه یک نوع ذهنیتی در مردم ایجاد بشه که البته خوشبختانه مردم ایران باور نمی‌کنن، ولی بتونن یک زمینه بسازن برای اینکه بتونن حقوق شهروندی و مدنی باهایان رو بیشتر از قبل تضییع کنن و نقض کنن. در همین ارتباط دیدم که در اون فیلمی که در رسانه‌های ایران برای توجیه دستگیری و آزار و اذیت بهائیان منتشر شده بود، جای اشاره می‌کردند که افرادی رو که دستگیر کردیم در حال در زمینه موسیقی اگه تدریس می‌کردن مجوز کسب نداشتن، جواز کسب نداشتن، یا سعی می‌کردن به صورت غیر مستقیم ترویج بی‌حجابی بکنن، ترویج عقاید بهایی بکنن، با وجودی که ازشون خواسته بودیم که این کارو نکنن. و یا حتی دیدم که در مورد روستای روشنکو هم عنوان میکنن که خونه هایی که تخریب شده هیچ کدوم مجوز ساخت نداشتن یا از مجوزهای قانونی عدول کرده بودن. پاسخ شما به این اتهامات چیه؟ بله، ببینید در هر سیستم قضایی جناب ملکوتی که نگاه بکنیم، یک سری قوانین مدون و یک سری
از مواد قانونی به طور صریح و آشکار اینها مشخص شده، یعنی حتی به وضوح نکته به نکته مطرح شده که اگر مثلا فرض کنید یک کسی به طور غیر قانونی داره یک ساختمان مسکونی میسازه، این در حقیقت چه مجوزی باید داشته باشه، از کجا باید بگیره و اینا، که وقتی که یک نفر رو اتهام میزنن و دستگیر میکنن میگن شما این قانون و این ماده و این اصل رو نقض کردید، و بعد چی میشه؟ این میره به دادگاه که طرف اجازه داشته باشه از خودش دفاع بکنه. بعد اگر که محکوم شد یا دادگاه اون رو محکوم کرد، اون وقت به هر حال قدم های بعدی میشه. حتی اگر باهائیان هیچ کدوم از این قوانین رو که اونها ادعا میکنن هر کدوم از اونها رو نقض کرده باشن، اولین قدمی که باید برداشته بشه این است که خیلی خوب، شما این اتهامات رو رسما بنویسید، باهائیان رو به دادگاه ببرید، اون جوازی رو که شما ادعا میکنین نداشتن، سندی رو که شما ادعا میکنین نداشتن به دادگاه بیارید، و بعد از اون میتونید به طور قانونی بگید که خیلی خوب. ولی هیچ کدوم از اینا نیست. اصلا وقتی که با بولدوزر وارد میشن و به تخریب اماکن و ساختمان ها و مسکن های باهایی میرسن، اصلا مجوزی ندارن، که یعنی اصلا پشت اون هیچ دادگاهی نبوده، هیچ اتهاماتی نبوده. در ثانی تمام اسناد مالکیت اینها سالها شاید دهه هاست که در دست این افراد بوده، یعنی اینها این نبوده که دیروز پریروز رفتن. البته خب در بعضی موارد ممکنه یک خونه خراب شده باشه یا نیاز به ترمیم داشته باشه، خب اون رو میان تصحیح میکنن و یک نفر به هر حال حق داره که خونه خودشو بازسازی کنه، و مطمئنن باهائیان ایران چون موظف هستن که از قوانین دولتی اطاعت بکنن، مطمئنن قدم های قانون رو برداشتن برای که اون خونه ای که داشتن رو بازسازی بکنن، ترمیم بکنن. ولی این با این که بگن اصلا اینها متعلق به اونها نبوده و متعلق به کسی دیگه بوده، پس چرا الان دارن این کار رو میکنن؟ یعنی واقعا این مسئله با هیچ منطقی جور نیست که بفرمان بگن که آها باهائیان سند مالکیت نداشتن و حالا ما داریم این کار رو میکنیم، در حالی که هیچ روند قانونی، هیچ مرحله قانونی اجرا نشده بوده در این مورد. درست. یه سوالی دارم برای خودم شخصا، همیشه مهم بوده که پاسخش رو جستجو بکنم. از دید شما جدا از حکومت، چقدر بخشی از بدنه جامعه نقش داشته در حالا سرکوب و یا آزار و اذیت بهایان در ایران؟ سوال خوبی رو مطرح میکنید و مشکل کمی پاسخ دادن به این سوال، به جهت اینکه یک زمانی بود که اکثر شهروندان ایران، مردم ایران آگاهی نداشتن واقعا که اصلا دین با حتما شاید شما به خاطر نداشته باشید ولی بنده به خاطر دارم، قبل از انقلاب اصلا ایرانی ها آنچنان به دین و باور همدیگه کاری نداشتن. باهائی‌ها و مسیحی‌ها و یهودی‌ها و مسلمان ها در یک خیابون با هم زندگی میکردن، همسایه هم بودن، احترام میگذاشتن، این مسائل مطرح نبود. و بعد وقتی که وارد جمهوری اسلامی شدیم بعد از انقلاب اطلاعات زیادی نداشتن، در نتیجه وقتی که تضییقات بهاییان شروع شد اصلا اطلاع نداشتن که بهایی چی هست. ولی شاید به جرئت بشه گفت در دو دهه اخیر واقعا سطح یادگیری و دانش مردم ایران در مورد جامعه بهایی به مراتب بیشتر شده. حالا تازه درک کردن مردم شریف ایران که جامعه بهایی چیه، کیه، چه کسانی هستن، آموزه ها چیه، اصول جامعه بهایی چی هست. و من به جرئت میتونم بگم که حداقل 85 شاید 90 درصد جامعه ایران حامی بهائیان هستن، و نمیگن اینها هموطن ما هستن، اصلا استناد میکنن به اون فتوایی که آقای منتظری داده بود که به هر حال بهائی باشن نباشن ما اصلا با مذهبشون کار نداریم، اینا شهروند ایران و حق آب و گل دارن، حداقل این قسمت رو اون قشری که شما میفرمایید آگاه هستن. اما باز هم با کمال تأسف میشه گفت که یک قشر بسیار که شاید بشه گفت 5%، حالا من درصدشو نمیتونم دقیقا بگم، ولی یک قشر اقلیتی هم هستن که متاسفانه اونها هنوز این سوء تفاهم براشون حل نشده که جامعه بهایی با
واقعا نه دشمن ایرانه نه دشمن اسلامه. چرا؟ چون که آموزه هاش در سطح دنیا اصلا رو به این است که ما مردم رو با هم آشتی بدیم، پیروان مذاهب مختلف رو بیایم با هم یگانه بکنیم که مذهب اصلا باعث اختلاف نشه. یکی از آموزه های باهایی این است که اگر حتی دین سبب اختلاف بشه بیدینی بهتره. یعنی شما بفرمایید، شما تصور بفرمایید تا کجا جامعه باهایی داره پیش میره، که این که ما بتونیم اختلافات رو از بین ببریم مهمترین و اصلی ترین مسائل است. در نتیجه این سوالی که شما میکنید، من در پاسخ به میتونم بگم که اکثر جامعه ایران، قشر ایران، با آنچه که به سر بهاییان میاد مخالف هستند و مخالفت خودشون رو به انهای مختلف نشون دادن. الان ما میبینیم که یک موجی از حمایت از تمام دنیا برای شهروندان بهایی هست، و البته باز تاکید میکنم این فقط مختص به شهروندان بهایی نیست، خیلی از شهروندان دیگر هم هستن از ادیان مختلف، باورهای مختلف. همونطور که عرض کردم، دراویش گنابادی هستن، مسیحیان تبشیری هستند، یارسان ها هستند و غیره و غیره، اقشار مختلف، که همه اینها متاسفانه تقریبا در یک با یک موقعیت مواجه هستند و در یک شرایط هستند، و مردم ایران همه این رو دارن حمایت میکنن. یعنی اون تنوع آرا، آزادی تفکر و آزادی باور گویا در جان و در خون و پوست ملت ایران نهادینه شده و الان به یک چنین ارزش بسیار مهمی قائل هستن. ممنونم. برمیگردم به سوال اولم، شاید که چون بخشش رو فکر میکنم نتونستیم پاسخ بدیم توی زمانی که داشتیم، میخوام بپرسم که با وجود مسائلی که مطرح شد، فکر میکنید ریشه اینکه حکومت ایران بهائیان رو یک تهدید قلمداد میکنه چیه؟ مگه بهائیان کار خاصی در ایران میکنند که جمهوری اسلامی انقدر روشون حساس هست و دائم سعی میکنه کنترلشون بکنه و حتی سرکوبشون بکنه؟ بله، من قبل از اینکه مستقیما به این سوال پاسخ بدم، باید عرض کنم که لااقل از دیدگاه آیین بهائی، بهائیان ایران نه تنها تهدیدی برای ایران نیستند، بلکه شاید از معدود گروه‌هایی هستند که برایشون، برای اونها ایران مقدسه و آبادانی ایران و عمران ایران برایشون یک امر مهمیه. شاید تنها گروهی باشن که خالصانه و مخلصانه بدون چشم‌داشت حاضرن از هر کمکی که میتونن، از هر راهی که بتونن دریغ نکنن که این که ایران رو آباد کنن، ایران رو بسازن، کمک کنن. این از دیدگاه جامعه بهایی دارم عرض میکنم، و ما نمونه هاشو دیدیم. بهاییانی که واقعا همونطور که عرض میرن در با تمام محدودیت هایی که الان باش مواجه هستن، دارم عرض میکنم ها، یعنی با وجود اینکه از همه حقوق انسانی و مدنیشون محروم هستن، معذالک میرن در محله های بی بضاعت به بی عذاب کمک میکنن، به بچه ها کمک میکنن. بعضیشون فعالیت های زیست محیطی دارن که این مشکلات بی آبی و ریزگرد های اینا، همه اینها رو دارن سعی میکنن تا اونجایی که براشون امکان داره بتونن کمک کنن. در زلزله هایی که اومده بهائیان رفتن و کمک به هموطنانشون کردن. در نتیجه از دیدگاه بهائی اصلا صحبت این نیست که بخوان خدای نکرده به تخریب ایران بزنه. اما شاید یک سوء تفاهم از طرف جمهوری اسلامی، دولت، مسئولین محترم ایران، که تصور میکنن یا دارن این مسئله رو اشاعه میدن که بهایا دشمن ایران هستن، که بهایا همطور گفتید امنیت رو، امنیت ایران رو به خطر انداختن، یا دارن بر دشمن اسلام هستن. به هیچ وجه، به هیچ وجه دین بهایی اسلام رو به عنوان یک دین الهی پذیرفته و همونطور که مسیحیت رو پذیرفته، همونطور که آیین کلیم رو پذیرفته و غیره، زرتشت و تمام این ادیان رو جامعه بهایی و بهاییان قبول دارن. چگونه میشه گفت من چیزی رو که قبول دارم دشمنش باشم؟ ولی همونطور که عرض کردم، اینها اتهاماتی است که زده میشه که واقعا در راستی هیچ مبنایی نداره، و برای شخص من هم واقعا دقیقا مشخص نیست که چه مسئله در مورد بهائیان هست که اینقدر حساسیت برانگیزه. البته حدس میتونم بزنم، حدس بنده این است که وقتی جامعه بهائی
در رابطه با آزادی فکر و اینکه هر فردی حق این رو داره که بره دین خودش رو انتخاب کنه. این یکی از اصول اساسی بهایی هست که هر کسی باید حق این رو داشته باشه که به طور مستقل و بدون اینکه بخواد از پدر مادرش یا از جامعهش تقلید کنه بره و خودش حقیقت رو پیدا کنه. میتونه دین باشه، میتونه بیدینی باشه، میتونه هر چیزی که میخواد، منتها خودش بدون اینکه تعصبی داشته باشه و از کسی تأثیر بپذیره بره این کارو بکنه. این آزادی فکر، تساوی بین زن و مرد، اینکه دین نباید با خرافه همراه باشه، دین باید با اصول منطقی و اصول علمی تناسب و هماهنگی داشته باشه. و وقتی که ما به یک سری از این اصول نگاه میکنیم میبینیم که به نظر میرسه که مسئولین جمهوری اسلامی به طور کلی با این اصول یک نوع تناقض دارن یا تنش دارن. وقتی که صحبت از مثلا تساوی زن و مرد میشه، خب به نظر میرسه که در اسلام خانم ها نصف آقایون حق دارن، پس اینجا یک تفاوت برداشت به وجود میاد. یا اینکه یک مسلمان حق نداره وقتی که مسلمان شد دیگه دین خودش رو عوض بکنه، اینجاست که یک تناقض اصولی پیش میاد. شاید به دلایل این تفاوت ها هست. هر تفاوتی هم اشکال نداره، به هر حال هر کسی میتونه مسلمان باشه، هیچ کسی رو مجبور نمی کنه. منتها وقتی که این تفاوت ها باعث میشه که یک گروهی رو بگن شما به علت اینکه باورتون این هست که به آزادی دین عقیده دارید، به تساوی زن و مرد عقیده دارید، به اینکه علم و دین باید با هم تطابق و بسیاری بسیاری جوش، اینجا صحبت نیست که من بخوام خیلی وسیع توضیح بدم، وقتی که یک چنین تفاوتایی هست، وقت اگر این منجر بشه به اینکه پس چون تو به این باورها اعتقاد داری حق زیستن نداری، اونجاست که ما با مشکل مواجه میشیم. یعنی اونجاست که جامعه بهایی و جامعه دگراندیشان و جامعه دراویش و جامعه مسیحیان میگن ما میخوایم یک باور دیگری داشته باشیم. به زور که نمیشه یک باوری رو به یک کسی تحمیل کرد. اگرم بخوای تحمیل کنی دیگه اون واقعا اون باور چه مبنا و چه تعهد اجتماعی میتونه داشته باشه؟ چیزی رو که من به زور به من شما الحاق کردید، داری تحکم میکنی که تو باید این کارو بکنی، اون اصلا ارزش، یعنی اون جامعه اصلا از هم میپاشه اگر این آزادی وجود داشته باشه. در نتیجه در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که من خیلی متاسفم که دستاندرکاران و مسئولین جمهوری اسلامی یک چنین برداشتی احتمالاً دارن. شاید منش امیدوارم من اشتباه بکنم که در اونجا البته این سوال پیش میاد که پس واقعا علت تمام این تضییقات چیه؟ یعنی جامعه بهائی چیکار کرده که مستحق و مستوجب یک چنین رفتار غیر انسانی و غیر اخلاقی است؟ درست. برگردیم به وقایع اخیر و این موج تازه دستگیری ها و همینطور سرکوب بهائیان در ایران. چه اقدامات جهانی انجام شده که بشه این چرخه رو متوقف کرد یا حداقل این فشار رو کاهش داد؟ بله، اقداماتی که میشه، من به طور خیلی کلی اصل اقدامات رو عرض میکنم، این است که جامعه بهائی یک جامعه بین‌المللی است. یعنی در حداقل 200 کشور بهائیان سکونت دارن و تحت اون دولتی که اصلا دارن زندگی میکنن. و در رابطه با این اتفاقاتی که میفته، ظلمی که به بهائیان میشه که متاسفانه فقط در ایران و تا حدی در بعضی از کشورهای دیگر خاورمیانه اتفاق میفته، در مقابله با این بهائیان به هیچ وجه به زور یا به خشونت متوسل نمیشن و این رو دیگه تاریخ نشون داده. یعنی با تمام فشارهایی که به بهایان اومده، با یک استقامت سازنده تونستن که بدون اینکه تخطی بکنن از قوانین دولت، بر ضد دولت بر نیاشفتن و اینکه بخوان کودتایی بکنن یا و تمام اتهاماتی هم که زده میشه که بله بهایا جاسوس این و اون هستن، همین چون تصور بفرمایید یک جامعه مثلا حداقل 300 هزار نفری همه جاسوس باشن، آخه این اصلا جامعه ای که نه در تقریبا میشه گفت 40 و اندی ساله که در هیچ پست حکومتی نقشی نداشته، در هیچ اداره دولتی کار نکرده، در هیچ دانشگاهی وارد نشده و حتی شغل آزاد هم در برخی شهرها نداشته، واقعا چه چیزی
رو جاسوسی میکرده یا چه اطلاعات محرمانه ای رو بهش بله دسترسی داشته که و بخواد کسی منتقل دقیقا بکنه. این جاسوسی در حقیقت چیه و اینکه این واقعا چه سیستمیه که اصلا داره 300 هزار جاسوس رو همینطوری یعنی واقعا نه اصلا معذرت میخوام اگه گریه دار نباشه خیلی خنده داره این مسائلی که عرض کردم. پس اگر که جامعه بهائی با خشونت رفتار نمیکنه مفرش چیه؟ مفر جامعه بهائی این است که به ابزار قانونی و وسایل قانونی متوسل میشه. یعنی چی؟ یعنی که اگر ظلم به بهاییان میشه و حقشون زیر پا گذاشته میشه، بهاییان در وهله اول با خود مقاماتی که مسئول ایجاد نظم و عدل هستن تماس میگیرن و از اول انقلاب، یعنی از همون روزهای آغازین که واقعا بسیاری از بهاییان اعدام شدن، بسیاری از بهاییان منازل خودشون رو از دست دادن، بسیاری از بهاییان از شغلشون برکنار شدن، تمام اینها رو به بالاترین سطوح ریاست در جمهوری اسلامی اطلاع داده شد. با کمال تأسف، با کمال تأسف بنده عرض میکنم به هیچ یک از اینها پاسخ مثبت داده نشد و اصلا اعتنایی نشد به این استیناف ها و این دادخواهی هایی که بهایی ها میکردن. خب پس وقتی که کشور خود شما داره به شهروندان خودش با شهروندان خودش این چنین رفتاری میکنه و دادخواهی اونها رو اصلا بی اعتنا هست، راه چاره چیه؟ راه چاره این است که چون جامعه باهایی یک جامعه منسجم بین المللی است، مجبور شدن باهایان برادران و خواهران باهایی در کشور دیگه به دولت خودشون متوسل بشن و مجاری قانونی رو از اون طریق بتونن دنبال کنن که بگن که برادران و خواهران باهایی ما در ایران مورد ظلم هستن، ما از جامعه بین المللی درخواست میکنیم که صدای اونها باشن، ندای اونها باشن و تا اونجایی که امکان داره از جمهوری اسلامی بخواند که از این ظلمی که ظلم واضحی که داره بهائیان میشه دست بردارن. پس یک راه حل این بوده که و هنوزم هست که بهائیان یک در کشورهای خودشون اصلا با دول خودشون در بازه. بعد سازمان های بین المللی هست، سازمان ملل هست، سازمان های مختلف مثل یونسکو فرض کنید، مثل سازمان جهانی کار و غیره و غیره. جامعه بهایی به تمام این سازمان های بین المللی هم رفته و چون با کمال تأسف باید عرض کنم در هر کدوم از این سازمان ها متاسفانه نقض حقوق اساسی شهروندان بهایی مطرح شده. مثلا وقتی که جامعه بهایی به جامعه به سازمان جهانی کار رجوع میکنه برای اینکه باهایان حق اشتغال ندارن، خب از که ما در ایران نتونیم حق اشتغال رو از دولت بگیریم مجبوریم به یک سازمان بین المللی رجوع کنیم و غیره و غیره. اگر از تحصیل محروم میشن باید به یونسکو برن یا به جوامع و سازمان های دیگه. پس روش دوم این است که با جامعه بین المللی ما بتونیم این کار بکنیم. به نظر میرسه همین دادخواهی که بهائیان دارن از جامعه بین‌المللی میکنن، این رو به نظر میرسه این رو جمهوری اسلامی به عنوان جاسوسی در نظر میگیره. یعنی اگر که شما که در ایران تشریف دارید میایید به بنده که در خارج از ایران هستم میگید که خونه من رو مصادره کردن، بنده رو زندان کردن بدون هیچ دلیلی، فقط به صرف اینکه من بهائی هستم، منو از تحصیل محروم کردن، فقط اینو دارید که این رو شما به گوش جهانیان برسونید، بعد شما رو به عنوان جاسوس میگیرن که شما اخبار رو در از ایران درز کردید اخبار در. خب پس لازم است که باهایان همینطوری بخوابند و بمیرند و هیچ عکس العملی نشون ندن در مورد این تو چیزی نمیتونه باشه. یعنی این نیست که باهایان هیچ اقدامی نمیکنن، مظلوم هستن، واقعا با محدودیت‌های زیادی مواجه هستن، ولی این که حتی مجاری قانونی هم از اونها گرفته بشه این دیگه با هیچ معیار انسانی و قانونی مطابقت نداره. ممنونم. اشاره کردید به اقدامات جهانی جامعه جهانی بهائی برای دادخواهی. میدونیم که افراد مختلفی و نهادهای مختلفی همونجور که اشاره کردید بیانیه‌های زیادی رو در طی روزهای اخیر منتشر کردن در اعلام همبستگی با اتفاقی که برای باهائیان در ایران میافته. چقدر این اقدامات فکر میکنید مؤثر باشه برای کاهش این فشارها و یا حتی توقف اون؟ من فکر میکنم که بی‌نهایت مؤثر هست. حالا تأثیرش هم عرض میکنم. امکان داره که لزوما تأثیرش چیزی نباشه که ما روز بعد ببینیم، یعنی این حمایتی که
از اقشار مختلف، احزاب مختلف، حتی احزابی که اصلا با همدیگه آبشون توی یک جوب نمیره، ما داریم میبینیم، نشون دهنده این است که آن رفتاری که به بهایان میشه آنقدر اساسی هست از دیدگاه حقوق بشر که هر حزبی و هر سازمانی و هر گروهی که به اساسی ترین اصول حقوق بشر اعتنا میکنه و قبول داره میاد میبینه که بهایان نمونه بارزش هستن. یعنی نقض حقوق بهایان بارزترین نمونه نقض حقوق انسانی است در ایران و خودشون رو موظف میتونن، یک تعهد اجتماعی برای خودشون قائل هستن که بیان رو از بهایا دفاع کنن، علارغم این که ممکن از نظر مسائل سیاسی با هم خیلی اختلاف داشته باشن. این بسیار جای خوشبینی داره برای من. چرا؟ به جهت این که نشون میده که ایرانیان فرهیخته، هموطنان عزیز ما، ممکنه با تنوع آراء سیاسی مواجه باشن، ممکنه که افراد آرا و عقاید مختلفی داشته باشند، ولی وقتی که به یک مسئله اساسی مثل حق مداری و حکومت قانون میرسیم میبینیم که هر با هم موافق هستن. یعنی در این مورد به خصوص هیچ کسی شکی نداره که حقوق انسانی افراد گذشته از این که چه دینی دارن، چه مذهبی دارن، چه قومیتی دارن، چه نژادی دارن، چه زبانی دارن، این حقوق باید محفوظ باشه برای همه و به ویژه برای بهائیان که متاسفانه از همه این حقوق محروم هستند. در نتیجه به نظر من این اگر در کوتاه مدت مؤثر نباشه، که به نظر من هست، چون میتونه واقعا از فجایع بسیار عجیبتری جلوگیری بکنه، در دراز مدت جای خوشبختی است. چرا؟ چون زمینه رو داره آماده میکنه برای کشوری که در اون حق و حق مداری حرف اول رو میزنه و در حقیقت هسته اصلی و محور اصلی تمام فعالیت های اجتماعی اقتصادی و قضایی در کشور خواهد. نکته دیگه که الان به ذهنم رسید این بود که در روند مذاکرات دولت ایران با دول غربی همیشه دیدیم که موضوع حقوق بشر مطرح شده. نمیدونم که آیا مسئله بهائیان هم همیشه مطرح بوده یا نه، اما شاید به عنوان یک راهکار در این مذاکرات بشه مسئله بهائیان رو هم به عنوان یک اهرم برای متقاعد کردن حکومت ایران به کاهش این فشار ها عنوان کرد. امیدواریم که مسئله حقوق بشر از هیچ نوع مذاکره، حالا بنده فقط به مذاکره خاصی صحبت نمی‌کنم، امیدوارم که مسئله حقوق بشر از هیچ میز مذاکره برکنار نره. چرا؟ چون که واقعا هر فعالیت دیگری رو شما بخواید در نظر بگیرید اصلش به همین برمیگرده. یعنی اگر قرار باشه که حقوق حقی انسانی تا حد اونهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده زیر پا گذاشته بشه، شما دیگه واقعا نمیتونید سر هیچ مسئله دیگه موافقت کنید. حالا من اصلا کاری به مسائل سیاسی ندارم، مسائل تجاری رو در نظر بگیرید. ما بیایم سر مسائل تجاری، مثلا چون یه مقدارم رشته بنده هست عرض میکنم، ببینیم مذاکره میتونیم بکنیم که فرض کنید چه کالاهایی صادر بشه، وارد بشه، تعویض بشه و غیره. خب حالا اگر که این تجارت بر مبنای این نباشه که حقوق اون تاجرها حفظ میشه و اگر من به شما جنسی فروشم شما حق من رو در نظر بگیرید که پرداختی باید من بشه و من حق شما رو باید در نظر بگیرم که سر موقع کالا رو به شما برسونم، آیا اون تجارت انجام میشه؟ ببینید، یعنی مسئله حقوق انسانی و حقوق مدنی در زیربنای تمام مذاکرات اقتصادی اجتماعی همه قرار میگیره. پس اگر اون رو ما نادیده بگیریم در حقیقت مذاکرات دیگه به هیچ جا نخواهد رسید، یعنی اصلا نمیشه روی اون حساب کرد. برای همین است که من عرض کردم امیدوارم که در هر مذاکره، در هر مسئله که هست، حداقل مسائل حقوق بشر، اونم نه فقط در مورد بهائیان، دارم اینو تعمیم میدم به حقوق زنان، به حقوق کارگران، به حقوق بازنشستگان، به حقوق دراویش، مسیحیا، بهائیا، همه، تمام دگراندیشانی که الان در زندان هستن، همه این حقوق باید انشاءالله در نظر گرفته بشه. ممنونیم که وقت گذاشتید ما رو تماشا میکنید. ما در خصوص موج تازه سرکوب و آزار و اذیت بهائیان در ایران با سخنگوی جامعه جهانی بهائی جناب آقای فرهاد ثابتان صحبت میکنیم. جناب ثابتان، میخواستم به عنوان سوال آخری که خودم دارم اینجا ازتون بپرسم که افرادی که الان این برنامه رو میبینن
و یا به نوعی با رنج جامعه باهایی در ایران آشنا هستند، فارغ از اینکه حکومت چه میکنه، افراد عادی چه میتونن با انجام بدن که قدری از این فشارها رو کاهش بدن و یا این چرخه خشونت رو متوقف کنن؟ ببینید، یک وظیفه اخلاقی یک فرد، وظیفه انسانی یک فرد حکم میکنه که اگر ظلم و بی‌عدالتی رو دید، حداقل این است که نسبت به اون بی‌تفاوت نباشه. این بی‌تفاوتی هست که به نظر من میتونه پر ضربه ترین مسئله باشه که به جامعه وارد بیاد. یعنی اینکه وقتی من نسبت به امور بی تفاوت شدم، دیگه برام مهم نبود کی زنده است کی مرده است، کی داره حقش زائل میشه کی نمیشه، کی خونش خراب میشه کی نمیشه، کی بهش اجازه کفن و دفن داده میشه کی نمیشه، اگر این رو ما از ذهنیت خودمون خارج کنیم، دیگه اون جامعه، اون بافت اون جامعه تحمل نخواهد کرد، یعنی نمیمونه. در نتیجه اولین کاری که ممکنیم برای هر انسانی دارم عرض کنم، خودم رو دارم عرض کنم، این که نسبت به این مسائل بی تفاوت نباشیم و به اون نحوی که هر فردی قادر هست که بتونه حمایت کنه. حالا این حمایت میتونه، حالا ما حمایت های زیادی رو واقعا اصلا من بی نهایت واقعا شوق خودم رو دارم ابراز کنم از این که میلیون ها نفر الان دارن حمایت میکنن جامعه بهایی رو از داخل و خارج از ایران، و این جای خوشبختی داره و جای واقعا سپاس از تمام هموطنان داره که با نوشتن مقاله، با اظهار عقیده در بلاگ ها و در شبکه های اجتماعی، حتی بعضیا در خیابون ها اومدن و حمایت خودشون رو ابراز کردن که نشون دادن اگر چنین بیدادی در ایران داره اتفاق میفته، چراغ دل اونها و چشم اونها روشنه و در تاریکی این کارها نمیشه انجام بگیره. ترجمه فهمید. و به نظر من این بسیار حائز اهمیت است که ما هموطنان پشتیبان هم باشیم، همراه هم باشیم و بی‌تفاوت نباشیم و آنچه را که میبینیم در مقابله با اون بتونیم در حد بضاعت خودمون آنچه که میتونیم انجام بدیم. بعضی ها واقعا از نظر فکری میتونن کمک های زیادی بکنن، مقالاتی بنویسن، برنامه هایی رو تهیه بکنن که این داد بهایان و ندای بهایان و ندای تمام کسانی که حقوقشون از دست رفته به گوش جهانیان برسونن. چون وقتی که این ندا فراگیر بشه و همه از این ظلم ها آگاهی داشته باشن، اون وقت هست که میشه واقعا یک حرکت منسجم قانونی انجام داد. ببینید، اگر که زمان جنگ دوم جهانی دنیا میدونست که هیتلر داره با یهودی ها چی کار میکنه، مطمئن باشید که اقدام میکردن، ولی با کمال تأسف این مسئله پوشیده بود و کسی نمیدونست، یا لااقل تعداد زیادی از مردم نمیدونستن. ولی وقتی یک مسئله، یک ظلمی داره در سطح جهانی اشاره داده بشه که این ظلم الان داره اتفاق میفته، به نظر من وجدان بیدار و آگاه انسان ها اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. و من فکر میکنم که هموطنان ایرانی ما میتونن این تعهد اخلاقی رو داشته باشن و قدرتش رو بدون شک دارن و تا حالا نشون دادن که اونچه که از دستشون بر اومده انجام دادن. ویرانی خونه ها تو روستای روشن کفت، امسال توی همین روز اومدم و این خونه رو اینطوری با خاک یکسان کردم. خونه ای که قرار بود ممن آسایش و آرامش باشه، تبدیل به تنی از خون شد، تبدیل به تنی از خون شد. اگر نکته دیگه ای شما خودتون دارید که دوست دارید در این بخش مصاحبه اضافه بکنید، میکروفون در اختیار شماست. یک نکته ای که
شاید در اذهان سوء تفاهم ایجاد میکنه. این مسئله است که مکررن از طرف مسئول جمهوری اسلامی مطرح میشه که بهائیان صهیونیست هستند و از حکومت اسرائیل دستور میگیرن یا این کارو میکنن من میخواستم اگه اجازه بدید فقط یک توضیح در این مورد بدم. ببینید، بنیانگذار آیین بهائی در اواسط قرن 19 وقتی که ادعای خودش رو به عنوان پیامبر جدید مطرح کرد، خب این پذیرفته نشد، با مشقات زیادی مواجه شدن، با تضییقات زیادی مواجه شدن، بابیان و بهائیان کشته می شدن. به هر حال این بنیانگذار آیین بهائی و خانوادهشون حضرت بهاءالله رو تبعید کردن به چیزی که اون زمان حکومت عثمانی بود، اصلا اسرائیلی در کار نبود. و بهاءالله در اون زمان در شهر عکا که یک زندان، شهر زندانی بود، اونجا دفن شد. 80 سال بعد یک دولتی به وجود اومد به نام اسرائیل، در حالی که در اون موقع تمام اماکن مقدسه بهایی در اونجا بودن و الان هم می‌بینیم اماکن مقدسه ادیان مختلف در اونجا هستن. مسجد الاقصی دومین مقدس‌ترین مکان اسلام در اسرائیل هست، محل تولد حضرت عیسی و البته تمام این اماکن مقدس ادیان مختلف اونجا هستن. آیا صرفاً به دلیل این که اماکن مقدس یک دین در کشوری به نام اسرائیل هست اونها رو جاسوس میکنه؟ آیا این میشه از این نتیجه گرفت که پس دولت اسرائیل آنچنان تسلط به همه این ادیان داره که داره اونها رو کنترل میکنه که برن در ایران چیکار بکنن چیکار نکنن؟ بنده اینجا به جرئت دارم عرض میکنم که آیین بهائی یک آیین غیر سیاسی است و با هیچ دولتی هیچ تخاصمی نداره و البته هیچ تبانی هم نداره که بخوان بر ضد یک دولت دیگه انجام بدن. اگر کسی یا دولتی یا رسانه‌ای چون این ادعای رو میکنه، موظف هستن که دلیل با سند با کاملا موجه بیان این ادعا رو اثبات کنن، وگرنه حرف زدن و اتهام زدن کار آسونی است. اگر جامعه بهائی دلیلی دارن که از دولت اسرائیل به اونها گفته میشه کاری بکنن، رو باید بیان نشون بدن. این تو چیزی اصلا وجود خارجی نداره. اگر چون این چیزی بود در 40 سال گذشته حداقل یک موردش مطرح میشد، ولی آنچه که مطرح میشه دروغهای پیاپی هست که متاسفانه اگر شما یک دروغی رو چند صد هزار بار تکرار کنید بالاخره مردم باورشون میشه. در حالی که بنده علت این که این رو میخوام اینجا تاکید کنم این است که این نوع دروغ ها رو و این نوع اکاذیب رو مردم شریف ایران باور نکنن. شما فرمودید چی کار میتونن بکنن، عرض کردم چه کار میتونن بکنن، حالا عرض میکنم چه کار نمیتونن بکنن یا نباید بکنن. این اکاذیب رو باور نکنید دوستان عزیز. این که این اتهاماتی اگر اتهام بزنن، بیای جمهوری اسلامی میتونه بیاد هر قانونی رو که بهائیان شکستن، هر مسئله ای که واقعا امنیت ملی رو از بین برده، بیان نشون بدن هر بهائی که این کارو کرده مجازات کنن. بهائیان تافته جدا بافته نیستن. بهائیان نه برتری میخوان نه کهتری میخوان. بهائیان میخوان حقوق مساوی این هر شهروند دیگری داشته باشن. اگر بهائی خلافی میکنه مجازاتش کنید طبق روند قانونی. اما اینکه شما بدون هیچ مجوزی بدون هیچ قانونمندی بیاید منازل مردم رو خراب کنید، بچه‌ها رو از تحصیل محروم کنید، منازل رو مصادره کنید، شغل رو از بهائی بگیرید، خب این که واقعا دیگه ظلم صریح هست. پس اگر سوال هست من در خدمتتون. بله، چند تا سوال هست من میپرسم. دوستی نوشتن که بابت این اتفاقات اخیر ظاهرا مردم ترسیدن و سعی کردن ارتباطشون رو با باهایان و جامعه باهایی کم بکنن یا قطع بکنن. چطور میشه شفاف سازی کرد که این سوء تفاهم برطرف بشه؟ به هر حال من دارم عرض کنم حد این رو واقعا درک میکنم که هر کسی برای امنیت خودش ممکنه لازم بدونه که حرفی نزنه، صحبتی نکنه، اشکالی هم نداره، چون که ما دیدیم که متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی میان و تهدید میکنن کسانی رو که حامی جامعه بهایی هستن و اینجا البته حفظ جان و مال هر کسی مقدس هست و همه میتونن این کار بکنن.
فقط این که ما اون ذهنیت رو نپذیریم. شما میتونید هیچ کاری در مورد باهایا نکنید، ولی این رو هم باور نکنید که آنچه که دارن میگن این درسته، چون دروغ محض آنچه که گفته میشه، چون هیچ دلیلی براش ارائه نشده. اگر دلیلی وجود داشت تا به حال ارائه میشه. دوست دیگری پرسیدن کمپین هایی یا هشتگ هایی در فضای مجازی ایجاد شده، آیا خوبه که در اینها شرکت بکنیم برای آگاهی رسانی؟ 100%. من فکر کنم شبکه اجتماعی واقعا یکی از بهترین وسایلی هست که ما میتونیم این مسائل نقض حقوق بشر رو در هر رده‌ای که بخواد باشه با همدیگه مطرح کنیم، و اینجا هست که اون حمایت میتونه پشت سر هم بیاد. اگر توییتی میبینید ریتویتش کنید، اگر که در فیسبوک هستید یا در اینستاگرام یا هر جای دیگه هستید، اینها رو با همدیگه در میون بگذاریم. مبادا که خدای نکرده بعضی ها نفهمن یا ندونن و به طور ناخودآگاه یک چنین چیز رو حمایت کنه، این چنین بیدادی رو حمایت کنه.